بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه جام از نگاه دو. این محیط و این استدیو احتمالاً برای شما آشنا هستش. گفتگو با فابیو کاناوارو رو ما اینجا داشتیم. امروز یک مهمان عزیز دیگه ای رو هم مقابل چشمان عزیزتر شما قرار خواهیم داد. یادآور خیلی از خاطرات ما فوتبالی ها و حتی کسانی که دورادور فوتبال رو پیگیری میکردن به خاطر اون اوسیانگری های عجیب و غریبی که تو انتخاب باشگاه ها و مربی ها و همه چیش خلاصه داشت. این چهره که چهره خاصی هم هست به لحاظ شکلی، امروز مقابل چشمان شما خواهد بود و در خصوص جام جهانی ایران، در واقع آرژانتین و تمام اتفاقاتی که تا الان در جام 20 باهاش مواجه شدیم صحبت خواهیم کرد. متولد سال 1975 هستش در لاپلاتای آرژانتین، در واقع در پست هافبک بازی میکرد، در باشگاه های استودیانتس شروع کرد فوتبالش رو، بوکا جونیور، سمپدوریا، پارما، لاتزیو و به حال یکی از عجیب ترین نقل و انتقال های تاریخ فوتبال رو شاهد بودیم وقتی اون به منچستر یونایتد رفت، بعد چلسی، اینتر میلان و مجددا به استودیانتس برگشت. در آرژانتین فوتبال خودش رو به پایان رسوند. از سال 96 تا 2010 عضو تیم ملی آرژانتین بود. 14 سال 3 دوره در 3 جام جهانی مختلف، 98، 2002 و 2010 عضو تیم ملی آرژانتین بود. 73 بازی ملی در تیم ملی آرژانتین داره و 9 گل رو به ثمر رسونده. در دوران بازی کردنش دو بار فاتح لیگ ایتالیا شد، کالچو 3 تا جام حذفی رو برده، 1 بار فاتح لیگ برتر شده در انگلیس، 1 جام یوفا و 1 سوپرکاپ اروپا رو در به دست آوردنش نقش داشته. و از همه جالبتر این که اون به حال از یک خانواده فوتبالیست متولد شده. پدرش هم یک فوتبالیست شهیر در کشور آرژانتین بود که فکر می‌کنم دیگه با بقیه سوالات بتونیم بهتر اون رو به شما معرفی بکنیم. تشکر از حامیای مالی برنامه، از شرکت استیلازین ایرانیان، محصولات شوینده گلنگ و 90-90، همون سامانه‌ای که کماکان ما در خصوص سایر مهمان‌ها هم دریافت کننده سوالات و نظرات شما خواهیم بود. دعوت می‌کنم یک بخشی رو که بچه‌ها آماده کردن ببینید، با این مهمان بیشتر آشنا بشین و بعد هم بیننده گفتگوی صریح ما با ایشون باشید. معروفی هم ما اینجا داریم که یک برازوکا هستش که این توپ قراره به نفع امور خیریه در ایران به فروش برسه و شما هم در خصوص کودکان فعالیت میکنید. اونا کسایی هستن که به خاطر یه سری مشکلات درمانی، به خاطر سوختگی، در واقع نیازمند کمک هستن. این توپ رو تا الان بیبتو امضا کرده، لازارونی امضا کرده، جرزینهو امضا کرده و ما اینو میخوام فکر مراسمی تو ایران به فروش برسونیم. اگر شما موافق این کار خیر هستید، میخوام از شما دعوت بکنم که امضا بکنید این توپ رو برای برنامه جام از نگاه دو. توپ قرار هستش با امضای تمام ستاره هایی که ما میزبانشون هستیم در یک مراسمی به فروش برسه. امضای آقای جرزینهو که ایشون، من دوباره یادآوری میکنم، در بر اساس آماری که منتشر شده در بین 100 فوتبالیست برتر قرن 20 ایشون 27 هستن، یک پله جلوتر از زین الدین زیدان که به هر حال چهره سرشناس این دوره در واقع اواخر هستش. شاید خیلی ها ممکنه که جرزینهو رو و اون دوران طلایی ایشون رو به یاد نیارن. شماره 7 رو نوشتن که شماره همیشه دوست داشتنی ایشون بوده. USA 34 و تاریخشون درسته. بلاتو شماره 7. متشکرم و ممنون. برای من مایه افتخار هست که بتونم تو این برنامه شرکت بکنم و یک بار دیگه من تشکر میکنم از مردم ایران و این برنامه کانال دو.
آقای خوان سباستیان ورون، ممنونم از شما که دعوت برنامه جام از نگاه دو رو پذیرفتید. نه، پر فاور، el gusto es mío. Gracias por la invitación. باعث افتخار منه که اینجا هستم. از دعوت شما هم ممنونم. من میخوام اولین سوال رو در خصوص شناختی که شما از کشور ما، از سرزمین ایران دارید بپرسم. وقتی که اسم ایران رو میشنوید چه چیزی تو ذهن شما شکل میگیره؟ Bueno, es un esos países. برای کشور ایران احترام زیادی قائلم. ایران یک تاریخ طولانی رو پشت سر خودش داره و تمدن ارزشمندی محسوب میشه. کشور شما از جمله کشورهای بزرگ آسیاست و مردمی دارید که توانایی‌های زیادی از خودشون نشون دادن. درباره تهران، پایتخت کشور شما، هم چیزهایی را دیدم و شنیدم. متشکرم. سوال بعدی من در خصوص شناختی یکی از فوتبال ایران دارید. فکر میکنید که وقتی راجع به فوتبال ایران بحثی مطرح میشه چه خاطراتی مقابل ذهن شما، مقابل چشم شما میاد و چه چیزایی رو بهش فکر میکنید؟ Bueno, es un fútbol. تا حدودی در جریان فوتبال شما هستم. میدونم که فوتبال در ایران مورد توجه مردمه و شما دو باشگاه پرطرفدار و خوب دارید. اگر اشتباه نکنم یک مسابقه بزرگ بین این دو تا تیم در پایتخت کشور شما برگزار میشه که دو تیم لباس آبی و قرمز به تن میکنن. تا اونجا که من میدونم فوتبال هم یک ورزش داره پشتوانه و پیشینه خیلی خوب در کشور شما هست. و در واقع سوال بعدی من در خصوص تیم ملی فوتبال ما هستش. الان ما در کشاکش مسابقات جام جهانی هستیم و به هر حال شما جزو کسایی هستید که تیم کشورتون مقابل تیم کشور ما بازی کرده. راجع به تیم ملی فوتبال ما که در این دوره مسابقات حضور داره چه نظری دارید؟ Sí, respecto al partido, para mí fue de los que más dificultad tuvo la selección. El team de fútbol de Somoro, در جریان همین مسابقات جام جهانی با دقت دیدم. حقیقت اینه که باید بگم بازی سختی رو برابر تیم ملی ایران تیم ما برگزار کرد. در واقع سخت‌تر از اون بود که پیش بینی می‌کردیم. من که در ورزشگاه بازی رو میدیدم، دیدم با تیمی داریم بازی میکنیم که در دفاع کردن بسیار سازمان یافته عمل میکنه و در این حال به حمله هم میپردازه. در واقع تیم ملی ما برابر تیم شما بازی کرد و در آخرین لحظات ما بازی رو از دست دادیم. قبل از این بازی فکر میکردید که بازی ایران و آرژانتین انقدر با چالش مواجه بشید در اون بازی؟ Sí, el resultado estuvo hasta el último minuto. بله، اینجا تعریف ها فرق میکنه. برای شما و تیم ملیتون اتفاق بدی بود که در آخرین لحظات بازی گلی دریافت کردید که منجر به شکست تیم شما شد. algo o sea había mucha tensión por no saber del. برای ما هم اتفاق خوبی بود، چون اون بازی سخت رو با سه امتیاز پایان رسوندیم. آرژانتین فشار زیادی رو برای گل زدن شروع کرده بود، اما دیگه تقریبا همه مطمئن بودن بازی با نتیجه مساوی تموم میشه. در واقع شاید بشه گفت فکر نمی‌کردم در آخرین دقایق پایانی بازی اون اتفاق رخ بده و کسی هم پیش بینی نمیکرد که آرژانتین بازی رو ببره. خیلی جالبه. حالا به هر حال اون بازی به پایان رسیده و تیم شما برده اون بازی رو، اما واقعا فکر نمیکنید اون دقایق آخری خطای پنالتی رو بازیکن ما صورت گرفت، همون چیزی که باعث شد که داور سربستانی هم یه مقدار مورد نقد قرار بگیره؟ Personalmente,
بله من در ورزشگاه بازی رو دیدم. فکر نمی‌کردم خطایی که اتفاق افتاد خطای مهمی باشه، فکر کردم یک برخورد ساده است، اما بعد از بازی که اون صحنه رو از تلویزیون دیدم مطمئن شدم که خطا پنالتی به نفع ایران بود و داور اعلام نکرد که اگر اون پنالتی گرفته میشد شاید در گروه بندی و نحوه صعود تیم هم تاثیر میذاشت. متشکرم. مرسی. حالا ما آخر که بخوایم این توپو امضا بگیریم لطفا بنویسید کنارش که اون پنالتی بودش اون صحنه. بله حتما این کار رو انجام میدم. بسیار خب، ما یه تشکر هم بکنیم. به هر حال اومدن این چهره ها کنار همدیگه و حضورشون در برنامه ما میسر نمیشد غیر از یک برنامه ریزی مفصلی که صورت گرفت بود و یک حمایتی که از طرف حامیهای مالی برنامه که حامی در واقع تیم ملی در جام جهانی هم هستند، سامانه 90-90 و شرکت سیلازین ایرانیان و مسئول شوینده گلرنگ که باید تشکر بکنیم. یه تشکر هم من بکنم از آقای ماریانو که زحمت ترجمه از انگلیسی به اسپانیایی رو میکشن و کریم مقدم عزیز خودمون که زحمت ترجمه از فارسی به انگلیسی رو میکشن. ما یه خلاصه برای اینکه اون پروتکل مربوط به گفتگوهای رسمی رو رعایت بکنیم، ما به زبان فارسی و ایشون هم مصرن بر زبان خودشون تاکید داشتن، بنابراین ما دو تا از بچه‌ها رو زحمت دادیم بهشون. خب می‌خوایم بریم راجع به بقیه تیم‌های گروه F صحبت بکنیم. اول قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم می‌خوام بپرسم از شما که قبل از جام جهانی شما سال 98 هم تیم ملی کشور ما رو دیدید. اون موقع شما عضو تیم ملی آرژانتین بودید. البته از سال 98 تا بعد آن زمان زیادی پشت سر گذاشته شده، اما تا اونجایی که من به یاد دارم به خاطر یک سری مسائل سیاسی در اون مقطع زمانی مسابقه شما بیشتر مورد توجه بود و خبرهای زیادی رو به همراه داشت. منم با علاقه اونو پیگیری میکردم. به خاطر همون مسائلم گرفتن نتیجه برای تیم شما خیلی مهم بود و یه پیروزی بزرگم تونستید در مرحله اول و مسابقات به دست بیارید. اگر بخوایم تیم 98 رو با تیم 2014 که شما باز هم از نزدیک بازیاشو امسال دیدید مقایسه بکنید، فکر میکنین اون دوره تیم ایران تیم شگفت انگیزتری بود یا این دوره؟ Es difícil por ahí analizar con tanto tiempo dos partidos o dos situaciones futbolísticas en los seleccionados. من فکر میکنم که فوتبال شما در سال 2004 با فوتبال با تجربه تر و بالغتری تبدیل شده. این اتفاق پر اهمیتی محسوب میشه، چرا که تا این سالها شما بازیکنان رو داشتید که در لیگ‌های بین‌المللی بازی کردن و تونستن که تجربه حضور در سطح اول فوتبال دنیا رو به کشورتون منتقل کنن. این اتفاق بزرگی به حساب میاد، اما در نهایت من فکر می‌کنم حضور شما در این جام و نتایجی که کسب کردید میتونه نشون بده که شما در آینده پیشرفت بیشتری هم میتونید داشته باشید و چشم‌انداز خوبی برای فوتبال کشورتون در پیش هست. بسیار خوب. و سرمربی تیم ملی فوتبال کشور ما قبلا شما سابقه آشنایی با ایشون رو داشتید در باشگاه منچستر یونایتد، کارلوس کیروش. چه شناختی از کیروش دارین و اگر اونو بخوایم برای ما توصیف بکنین چی راجبش میتونید بگید؟ بله من با کارلوس کیروش از زمان فعالیتش در منچستر یونایتد آشنا هستم. در واقع میتونم بگم که او خیلی تلاش کرد تا مربی بزرگی بشه، خیلی کار کرد، وقت گذاشت. ضمن اینکه به نظر من کیروش یک شخصیت بزرگ هم داره و از این حس اونو به یک مربی با ایده های خوب تبدیل کرده. در واقع با تجربه که کیروش از فوتبال به دست آورده
به نظر من نقش مفیدی میتونه در فوتبال ایران ایفا بکنه. در حال حاضر هم ما این تأثیر رو دیدیم، همه فکر میکنیم که در آینده فوتبال ایران بتونه با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت کنه. امیدوارم که شما زمان طولانی تری رو با این مربی ادامه بدید و باهاش کار کنید. و در واقع پس با این وضع شما اعتقاد دارید که بودن کارلوس کیروش در فوتبال ایران در دراز مدت به نفع فوتبال ما هستش؟ بله، به نظر من اون میتونه در مدیریت فوتبال شما هم در دراز مدت تاثیرگذار باشه. اون گزینه مناسبیه و در زمان طولانی مدت میتونه تاثیرات زیادی هم از خودش به جا بگذاره. تا اونجا که من کیروشو میشناسم، هدف گذاری خوبی در کارش انجام میده و معمولا سعی میکنه که یک دستاورد کامل داشته باشه. البته من فکر میکنم در طولانی مدت کیروش باید روی بازیکنان جوان وقت بیشتری بذاره، چرا که آینده برای بازیکنان جوانتر خواهد بود. و یه سوال میخوام به خاطراتشون رجوع بکنن. بعضی از کسایی که تو کشور ما کارلوس کیروش رو نقد میکنن میگن که اون تو منچستر یونایتد فقط یه دستیار بود و زیاد تأثیری در منچستر نداشت. میخوام ببینم جایگاه کارلوس کیروش در کادر فنی منچستر یونایتد چقدر بود، کجا بود؟ یعنی یک مربی مؤثر بر تفکرات الکس فرگوسن بودش یا صرفا یکی از چند دستیاری بودش که اونجا کار میکرد؟ در منچستر یونایتد فرگوسن یک تیم هدایتی و راهبردی رو کنار خودش داشت. در واقع اون با کمک یک تیم کامل تیم منچستر رو اداره میکرد. همه فعالیت و وظیفه خودشون رو میدونستن، انجام میدادن و فرگوسن اداره کار رو به عهده داشت. در این مجموعه در بخش امور تاکتیکی کارلوس کیروش کاری مورد نظر فرگوسن رو انجام میداد. خب در خصوص خود آرژانتین یکی دو تا سوال من الان دارم. راجع به گروه F میخواییم صحبت بکنیم. فکر میکنید که تیم آرژانتین مخصوصا بازی اول وقتی برابر بوسنی قرار گرفت و بازی دوم برابر ایران، خیلی ها میگفتن آرژانتین از اون چیزی که فکر میکردن خیلی فاصله داره. شما بعد از گذشت این چند تا بازی وضعیت آرژانتین رو چطور میبینید و فکر میکنید این تیم اصلا قابلیت این که بتونه به قهرمانی فکر بکنه داره یا نداره؟ فوتبال رشد و پیشرفت زیادی کرده. انقدر این پیشرفت زیاد بوده که الان دیگه نمیشه گفت تیمی در جام جهانی ممکنه یک بازی ساده رو پیش رو داشته باشه. به عنوان نمونه شما میبینید که تیمی مثل کاستاریکا چطور مقابل ایتالیا قرار میگیره و اونو شکست میده، حتی باعث حذف اونا در مرحله مقدماتی میشه. همین شرایط برای آرژانتین هم وجود داره. در گروه F هم فاصله زیادی بین تیم‌ها وجود نداشت. آرژانتین بارها غافلگیر شد از سبک بازی تیم‌هایی که در مقابلش بودن. از طرف دیگه همیشه شروع مسابقات هم سخت و مشکل هستش. آرژانتین در این زمینه تیم خوبی نبود، اما من فکر می‌کنم که هر چی بگذره تیم ما بهتر عمل خواهد کرد. و فکر نمی‌کنن که در واقع تیم آرژانتین خیلی متکی به دو سه تا از ستاره‌هاش مثل دیماریا و مسی هستش و فشار روانی که مخصوصا روی مسی هست توی بازی‌ها ممکنه درد سرساز بشه تو بازی سخت‌تر اگر مسی نتونه قابلیت‌های خودش رو نشون بده؟ Yeah.
lamentablemente no puedes cambiar. Tenés un plantel de 22. من فکر می‌کنم که دو یا سه بازیکن در یک تیم نمیتونن تضمین کننده موفقیت یک تیم در یک رویداد بزرگ مثل جام جهانی باشن. اما به هر حال اگر برای هر کدوم از بازیکنان اصلی تیم هم مشکل به وجود بیاد، مربی میتونه بازیکنان رو جایگزین کنه که اونا این قابلیت رو در تیم آرژانتین دارن، یعنی کسایی هستن که بتونن جایگزین بازیکنان بزرگ بشن. اعتماد به نفس، حرکت تیمی میتونه تا انتهای جام جهانی موفقیت و یک تیم رو تضمین کنه و ایده های مربی نقش بسزایی در حرکت رو به جلوی تیم ایفا میکنه. و سوال بعدی من در خصوص اینه که تو تاریخ فوتبال آرژانتین همیشه بازیکن های بزرگی وجود داشتن که ذیل یک مربی نمی گنجیدن. آیا آلخاندرو سابلا الان با ستاره هایی که در آرژانتین هستن مشکلی پیدا نمی کنه؟ مخصوصا بعد از بازی بوسنی ما دیدیم که مسی انتقاد کرد از سیستمی که در تیم آرژانتین وجود داشت و اونها و شما تیم شما توی بازی ایران با سه مهاجم بازی کرد برخلاف بازی اول، تغییر تاکتیک دادن. این نهایتا به نفع فوتبال آرژانتین هست یا نه؟ Todos pensamos en fútbol de distintas maneras y no está mal. در فوتبال سیستم ها راه های متعددی برای بازی و پیروزی وجود داره. هر کسی همین حق داره که نظرش رو در خصوص سیستمی که در اون بازی میکنه با مربی تیم مطرح کنه و پیشنهاداش رو بده. اما نهایتا این سرمربی هستش که تصمیم نهایی رو میگیره و همه هم باید به این تصمیم احترام بگذارن. البته ما یه خاطراتی هم از دوست صمیمی پدر شما از کارلوس بیلاردو داریم که این اختلافات رو با مارادونا هم توی یه دوره‌ای تو جام جهانی داشتن و همین شاید میشه گفتش که خیلی تأثیر رسانه‌ای زیادی رو داشت. در مورد کارلوس بیلاردو چه نظری دارید و چه خبری در مورد بیلاردو دارید؟ بیلاردو فوی پارا پارا کلوب دونده شو. بیلاردو مربی بزرگی بود، چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی. اون مربی بود که آرژانتین رو به سمت قهرمانی جهان حرکت داد. بیلاردو یک سنت و روش اختصاصی در فوتبال آرژانتین بنا گذاشت که کاملا مورد توافق همه بود. حالا که بحث اومد به سمت دوران گذشته و خاطراتتون، چند تا سوال من در مورد اون میپرسم، برمیگردیم دوباره به جام جهانی. میخوام تأثیرات خوان رامون ورون رو بر خوان سباستیان ورون بدونم. پدر شما فوتبالیست بودن و در باشگاه مورد علاقه شما استودیانتس بازی میکردن. چقدر تأثیر داشت اینکه خانواده شما علاقمند به فوتبال بودن، علاقمند به ورزش بودن و اینکه توی این مسیر شما حرکت بکنی؟ من پدر و خاطراتش از فوتبال رو به خاطر دارم. فوتبال از زمانی که بسیار کم سن سال بودم درک کردم، در واقع معنای رقابت و خانواده به من آموزش داد. در دوران کودکی فوتبال بسیار به من نزدیک بود و در واقع اینها یک پتانسیلی بودن که در من ذخیره شد. خانواده به من کمک کردن که خوب در مورد فوتبال بتونم فکر کنم و هدفهای آیندم رو تعیین کنم و پایه‌های درستی درباره آینده حرفه خودم تشکیل و شکل بدم. تو اون
دوره به پدر شما لقب جادوگر رو داده بودن در فوتبال آرژانتین و بعد هم به شما لقب جادوگر کوچک رو. از اینکه در مقابل پدر شما رو جادوگر کوچک صدا می‌کردن خوشحال بودید؟ چه حسی رو به شما میداد اینکه پدر شما یه چهره معروفی بودش و مورد احترام بود و شما رو هم با ایشون همیشه با هم میسنجیدن و کنار هم میذاشتن؟ Es o sea, una herencia que البته که وقتی این عنوان رو به من دادن بسیار خوشحال بودم که در واقع به ریشه‌های من داشتن توجه میکردن. من خیلی سعی کردم که این لقب رو حفظ کنم و باعث ارتقای این ماجرا بشم. خیلی شیرین و دلپذیر بود که مشترکاً با پدرم یک عنوان رو یدک میکشیدیم و عامل مشترک در این اتفاق هم فوتبالی بود که هر دوی ما با عشق و علاقه اونو دنبال میکردیم. شما از 17 سالگی تا 39 سالگی فوتبال بازی کردیم، یعنی حدود 22 سال به صورت حرفه‌ای و تو سطح اول فوتبال دنیا فوتبال بازی کردیم. یکی از گرونترین رکوردهای نقل و انتقال رو در فوتبال دنیا به ثبت رسوندید. چجوری تونستید اینقدر طولانی توی سطح بالایی از فوتبال خودتون رو حفظ کنید؟ Yo creo que el trabajo es la base. استمرار در هر کاری نه فقط در فوتبال یک اصل اساسی و پر اهمیت هستش. یعنی شما در هر شغل کاری باید بتونید دوام بیارید و برای حفظ جایگاهتون تلاش کنید. این در تمام طول زندگی حرفه یک ورزشکار هم باید مورد توجه باشه. اگر این نگاه رو داشته باشیم به صورت طولانی میتونیم به سمت بزرگتر شدن و بهتر شدن حرکت کنیم. بسیار عالی. و یکی از اتفاقات عجیبی که تو دوره بازیگری شما، بازی کردن شما به وقوع پیوست، انتقال شما به انگلستان بود. یه آرژانتینی در انگلیس به هر حال با توجه اون سوابق سیاسی که بین دو کشور وجود داشت خیلی انتظارش رو نداشتن. چطور تونستین همچین تصمیم بزرگی رو تو زندگی بگیرید و چقدر از این تصمیمتون راضی هستید؟ Sí, bueno, la época del conflicto fue mucho antes, pero me parece que این برخورد و تعارض بین دو کشور خیلی سالها دورتر از ورود من به انگلستان به وقوع پیوسته بود. ضمن اینکه به نظر من فوتبال و سیاست نباید با هم در یک محدوده قرار بگیرن. من میخواستم یک تجربه بزرگ داشته باشم و همین برام مهم بود که به تیمی در سطح منچستر یونایتد وارد بشم. بسیار خوب، متشکریم. ما دوست داشتیم که مفصل‌تر بتونیم با هم صحبت بکنیم، اما حتما این رو در ایران سعی می‌کنیم در آکادمی فوتبال در واقع میزبان شما باشیم و این فرصت رو داشته باشیم که مفصل‌تر راجع به فوتبال با هم صحبت کنیم. من هم خیلی خوشحالم از این دعوت. حتما دوست دارم که در اولین فرصت به ایران بزرگ سفر بکنم و از همین جا مراتب احترام و سلام خودم رو به مردم ایران تقدیم میکنم. متشکرم. ما یه توپ هم اینجا داریم که برای در واقع یه کار خیری در ایران، چون من توضیح دادم قبلا، فقط دیگه از شما میخوام که این رو امضا بکنید برای کودکان ایرانی. و ممنون برای سوالات ما که جوابی که به سوالات ما دادیم. من یه تشکر هم بکنم توی این فاصله از مجدداً از حامیای مالی برنامه، از مسعود شوینده گلنگ، استیلازین ایرانیان، ممنون، تانک یو وری ماچ. و در حال گفتگوی ما با خوان سباستیان ورون رو مشاهده کردید.
ما مهمان‌های متعدد دیگه‌ای رو هم خواهیم داشت. باز هم خواهش من این هستش که سوالاتتون رو از زیکو و فعلا تا زیکو رو مشخص کردیم دیگه، درسته؟ تورس رو هم داریم، برای ما ارسال بکنید به سامانه 9090. حتما با ذکر نام سوال‌های ویژه رو ما مطرح خواهیم کرد. متشکرم از اینکه در واقع این فرصت رو گذاشتید برای مشاهده این گفتگو. حتما باز هم ما رو از ریو دو ژانیرو رو دنبال کنید. متشکرم. Thank you very much. Thanks.